ما برای اختصاص دادن یک کانستراکشن مخصوص به جدارها نیاز داریم قبلش مصالح رو تولید بکنیم. کلن هم باید بدونیم که برای تعریف مصالح ما سه تا روش تو اوپن استودیو داریم. روش اول اینه که به صورت دستی متریال ها رو و ویژگی هاشون رو به صورت دستی وارد بکنیم. به علاوه این که ما میتونیم مواد رو از کتابخونه های داخلی خود اوپن استودیو بارگذاری کنیم و روش سوم هم استفاده از کتابخونه مؤلفه ساختمان به صورت آنلاین هستش که ما میتونیم بعد از استفاده از هر کدوم از این کتابخونه ها هر کدوم از متریال های مورد نظر رو ادیت بکنیم طبق مواد و مصالحی که در مبحث 19 توی پیوست های 7 تا 9 آورده شده. برنامه اوپن استودیو به ما این امکان رو میده که داده هایی از قبیل انواع فضاها، ساختارها و مصالح رو از هر فایل اوپن استودیویی که داریم بارگذاری بکنیم و اونها رو به عنوان کتابخونه استخراج کنیم. بعدش هم میتونیم بخشی از اطلاعات از کتابخونه رو در مدل خودمون بگنجونیم. حتی میتونیم بعدش تغییرش هم بدیم. که هر کدوم از این روش ها رو ما دونه دونه بررسی میکنیم. ما با روش اول که در صورت دستی هست میریم که آشنا بشیم. خب اینجا ما میخواییم مصالحی که تو ساختمونمون تعریف کردیم رو بیایم ویژگی هاشون رو در واقع داخل اوپن استودیو وارد بکنیم. روی تب کانستراکشن که کلیک میکنیم همونطور که گفتی این تب شامل سه تا تب فرعی میشه. کانستراکشن ست ها، کانستراکشن ها و متریال ها. ما باید با تعریف چند تا از متریال ها در واقع کارمون رو شروع بکنیم تا بعداً برسیم به ترتیب به تعریف کانستراکشن و کانستراکشن ست. روی تب متریال که کلیک میکنیم سمت چپ در واقع همطور که مشاهده میکنید دستبندی انواع مصالح رو ما از جمله در واقع متریال ها، متریال های بدون جرم و مصالح مربوط به پنجره ها و گازهایی که داخلشون پر میشه و مصالح دیگه. من توی این اسلاید انواع متریال هایی که توسط اوپن استودیو پشتیبانی میشن رو آوردم و اینها هم در واقع معادلشون هستش که توی انرژی پلاس استفاده میشه. همونطوری که مشخصه خیلی اینا نزدیک به متریال هایی هستن که توی انرژی پلاس استفاده میشه. اگه ما بخوایم اطلاعات دقیقی در مورد این نوع متریال ها به دست بیاریم من پیشنهاد میکنم که از راهنمای مرجع مهندسی انرژی پلاس استفاده کنیم و به علاوه خب خیلی از متریال ها رو هم ما میتونیم از مبحث 19 ویژگی هاشون رو استخراج بکنیم. اینجا همطور که میبینیم توی این جدول انطباق تقریبا تمام متریال ها بین انرژی پلاس و اوپن استودیو وجود داره و اینا همپوشانی دارن. و البته تا چند تا ورژن قبل انرژی پلاس یه متریالی به اسم اروال نداشت که الان از ورژن 9.2 به بعد این اضافه شده. یعنی یکی دو تا ورژن اخیر هستش که این کانستراکشن در واقع اضافه شده. ولی اروال چی هست دقیقاً؟ اگه خاطرتون باشه ما در مورد جدارهای توی ساختمان توی بحث زونبندی حرارتی صحبت کردیم که در واقع نباید حضور داشته باشن. ولی خب ما به هر دلیل اونها رو مشخص کردیم. مثلا اینکه ما زون غیر محدب رو به چند تا زون محدب تقسیم کرده بودیم و گفتیم که باید اینها یک زون باشن. در واقع اروال که توی اوپن استودیو یک متریال هست و توی انرژی پلاس کانستراکشن هست میاد به کمکمون و جدار بین زون ها رو ما از این کانستراکشن استفاده میکنیم. کاری که این کانستراکشن میکنه چیه؟ اینه که در واقع یک جداری از جنس هوا ایجاد میکنه که مقاومت حرارتیش صفره و به علاوه این که هوای بین زون ها رو هم با هم میکس میکنه. مثلا ما توی یه مدلی که داریم یه آشپزخونه اوپن داریم که خب چون بار داخلیش با پذیرایی که در ارتباط هست متفاوته و باید حتما ترمازور جدا در نظر گرفته بشه. ما میایم جدارهای واسط بین آشپزخونه و پذیرایی رو در واقع اروال در نظر میگیم یا این کانستراکشنی که توی انرژی پلاس به نام اروالری تعریف میشه و این روش خیلی راحت‌تر و خیلی سریع‌تر از روشی هستش که ما قدیم استفاده می‌کردیم. اونجا می اومدیم یه پنجره بزرگ رو
با یه متریال خاصی که اینفرارد ترانسپرنت بود در نظر می گرفتیم بین دو تا زون، چون نباید تابش رو وارد فضا می کرد و صرفا امواج با طول موج بلند رو انتقال می داد. و بعد هم می آمدیم زون کراس میکسینگ انجام می دادیم بین این دو تا زون، یعنی هوای بین دو تا زون رو ترکیب می کردیم. ولی خب اینجا ایروال خیلی به ما کمک میکنه که خیلی از اون مراحل رو دیگه طی نکنیم و هیچ کدوم از این کارها رو لازم نیست انجام بدیم و اجباری هم نداریم که زون کراس میکسینگ انجام بدیم، که خب خیلی کار راحت تر میشه اینطوری. من متریال هایی که توی مدلم قرار است ازشون استفاده بکنم رو اینجا کامل آوردم، از شیشه ها گرفته تا متریال های جداره ها. توی جدول همشون مرتب نوشتم و وقتی که میخوام ازشون استفاده بکنم توی اوپن استودیو به این جدول خیلی راحت رجوع میکنم و اینو کنار دستم میذارم و ازش استفاده میکنم. خیلی خوبه که ما همیشه قبل از اینکه متریال ها رو درست بکنیم یه همچین جدولی از متریال هایی که داخل مدلمون هست ایجاد بکنیم. خب من با متریال اول که در واقع عایق حرارتی هست شروع میکنم داخل محیط اوپن استودیو. روی متریال از نوع نومس متریال وقتی که کلیک کردم روی این برچسب به علاوه که اینجا هستش این رو فشار میدم، اینجا یک شیء جدید ایجاد شده همینطور که مشاهده میکنید. اما متریال نومس چی هست؟ متریال نومس در واقع متریال هایی هستن اینا که جرم حرارتی ناچیزی دارن و صرفا مقاومت حرارتی دارن و به خاطر همین هستش که ما از جرم حرارتیشون کلن صرف نظر میکنیم. مثل چی؟ مثل عایق. ما معمولا انواع عایق رو از جرم حرارتشون صرف نظر میکنیم و فقط مقاومت حرارتشون رو در نظر میگیریم. خب این رو من نامگذاری میکنم و خواصش رو مثل این جدول وارد میکنم. همین منوال رو برای همه اشیاء باقی مونده توی این جدول تکرار میکنم. میبینم که 5 تا من متریال دارم. 2 تا گلیزینگ ویندو دارم و 2 تا گست ویندو. 5 تا متریالم رو اینجا ایجاد میکنم. از متریال اول دوباره ادامه میدم. و به همین صورت تمام متریال ها رو با ویژگی حرارتشون پر میکنم. خب همونطور که میبینید من تمام متریال هایی که توی این جدول با عنوان متریال هست رو از سربرگ متریال وارد کردم. در واقع 5 تا متریال داشتیم که هر کدومشون دارای ویژگی های حرارتی خودشون بودن. برای متریال های مخصوص به شیشه و اون گازی که داخل شیشه پر میشه باید از بخش های گلیزینگ ویندو متریال و گس ویندو متریال استفاده بکنیم و تمام این ویژگی هاشون رو به همین صورت وارد بکنیم. Dirt correction factor هم ضریب تحصیل آلودگی هست.
فاکتوری هست که وجود آلودگی روی شیشه رو اصلاح میکنه، که اگه متریال به عنوان لایه شیشه بیرونی یک پنجره خارجی در نظر گرفته بشه، اون فیلد هایی که به عنوان سولار ترانسمیتنس و ویزیبل ترانسمیتنس هستن رو ضرب در این دوتا میشه. حالا اگه متریال به عنوان لایه شیشه داخلی استفاده بشه، به عنوان مثال توی شیشه دوجداره لایه داخلیش استفاده بشه، ضریب تصحیح آلودگی دیگه اعمال نمیشه، چون که لایه های داخلی شیشه همیشه فرض میشه که تمیز هستن. اگر هم این ضریب رو توی شیشه داخلی ما کمتر از 1/10 بدیم، با ارور مواجه میشیم. به صورت پیشفرض هم ضریب تصحیح آلودگی 1 هست، به این معنی که شیشه تمیزه و فرض بر این هستش که اگر هم آلودگی وجود داره، هیچ تأثیر روی این خصوصیات شیشه نداره. عددی هم که برای این ضریب در نظر گرفته میشه توی مکانهای مختلف متفاوت هستش. به این صورته که توی مکانهای غیر صنعتی برای شیشه های عمودی 9/10، 45 درجه 8/10 و افقی 7/10، و همینطور برای مکانهای صنعتی و مکانهایی که خیلی کثیف هستن، عددهای مرتبط با شیشه های عمودی 45 درجه و افقی آورده شده که میتونیم از این عدد استفاده کنیم. حالا من عدد 6/10 رو به عنوان مثال داخل مدلمون وارد میکنم. یه گاز هم داریم که باید ویژگی این رو هم وارد بکنیم. خب من تمام متریال هام رو طبق این جدول وارد کردم. خب الان ما چند تا شیء متریال به صورت دستی ساختیم و درکی از نحوه نمایش متریال ها توی اوپن استودیو و انری پلاس به دست آوردیم. ولی خب میدونیم که این کار یه روند زمانبر و خسته کننده است و البته مستعد خطا هست، چون مرتبا باید تکرار بشه. ما میتونیم متریال ها رو از کتابخونه های داخلی خود اوپن استودیو هم به صورت مستقیم وارد بکنیم و علاوه این که از کتابخونه آنلاین هم میتونیم استفاده بکنیم. برای روش دوم که ما از کتابخونه های موجود در فایل های اوپن استودیو استفاده میکنیم، کافیه که توی فایل بریم و این گزینه رو انتخاب بکنیم. این بخش به ما این امکان رو میده که ما از فایل های اوپن استودیو موجود به عنوان کتابخونه استفاده کنیم. یه سری فایل اینجا هستن داخل خود دایرکتوری اوپن استودیو وجود دارن که به عنوان پیشفرض میتونیم از اینا استفاده بکنیم. ولی این رو خاطر داشته باشید، ما از هر فایل اوپن استودیو دیگه میتونیم اینجا استفاده بکنیم. اینها صرفاً این فایل هایی که اینجا هستن صرفاً توی فایل نصبی خود اوپن استودیو قرار دارن. این پوشه هستش که خیلی مفیده و خب میتونیم از اون استفاده بکنیم. و من یک فایل رو لود میکنم، ولی اینو در نظر داشته باشین که ما آزاد هستیم که از هر فهرست دیگه ای، از هر متریالی که توی هر فایل اوپن استودیوی دیگه ای ساختیم استفاده بکنیم. مثلا ممکنه از یه جایی گرفته باشیم این فایل رو، یا اینکه اصلا خودمون قبلا این رو ایجاد کرده باشیم. داخل لایبرری یه سری متریال هایی هست و یه سری متریال هایی هم که ما لود میکنیم، به این صورته که من میتونم روی هر کدومشون که بخوام کلیک بکنم و با انتخاب متریال و انداختن توی این باکس متریال هم اضافه میشه. همطور که میبینید اینجا یک متریال جدید اضافه شد بدون اینکه من بخوام به صورت دستی کاری انجام بدم. و خب اینجا من میتونم از یه متریالی که به عنوان مثال این هست انتخابش کنم، بندازمش رو این باکس و وقتی که وارد متریال شدم، انتخابش کردم،
میتونم اینجا به صورت دستی هر تنظیمات دیگه ایش رو تغییر بدم. اما سومین روشی که ما برای وارد کردن متریال ها داریم در واقع استفاده از کتابخونه کامپوننت ساختمان یا BCL هستش که به صورت آنلاین میریم و این کتابخونه رو ما دانلود میکنیم. در واقع BCL یه مخزن آنلاین هستش که برای ابزارهای مدل سازی انرژی طراحی شده و یه ویژگی خاصی داره که اونم اینه که طوری طراحی شده که با ابزارهای اوپن استودیو کاملا یک پارچه شده و همخوانی داره. یه اینترفیسی برای BCL هست که توی این آدرس قرار داره: bcl.nrel.gov. قبل از استفاده از BCL از داخل برنامه اوپن استودیو ما نیاز داریم که یک حساب کاربری تو این سایت ایجاد بکنیم. خب من این حساب رو قبلا ایجاد کردم و لاگین میکنم. توی پوشه داشبورد من یک کد API دارم که وقتی که میخوام از توی برنامه اوپن استودیو برای اولین بار به محتوای BCL دسترسی پیدا بکنم باید این کد رو وارد بکنم. خب من اینجا اینو کپی میکنم و میرم داخل اوپن استودیو. توی این تب وقتی میزنم یک کدوم از این دوتا رو وقتی که میخوام باز بکنم برای اولین بار یه پنجره باز میشه که من اون کدی که کپی کردم رو باید تون وارد بکنم. بچه‌ها خب من قبلا از اوپن استودیو وارد BCL شدم، اون کد API رو در واقع نمیخوام. خب پس من صرفا لود میکنم BCL رو. روی متریال کلیک میکنم تا متریال ها رو لود بکنه. همونطور که میبینید عدد خیلی زیادی از انواع متریال رو ما اینجا داریم. به عنوان مثال من یکی دو تا از این متریال ها رو انتخاب میکنم. یا اینکه حتی میتونم از توی متریال ها با استفاده از این باکس سرچ بکنم متریال مورد نظرم رو و در آخر هم کلید دانلود رو فشار میدم. خب من متریال مورد نظرم وارد فایل اوپن استودیو شد و میتونم ازش استفاده بکنم. این پنجره رو میبندم. همه این نکته هم توجه داریم که تمام این متریال هایی که استفاده میکنیم، چه از متریال هایی که داخل لایبرری اوپن استودیو هست استفاده میکنیم و چه از متریال های داخل لایبرری آنلاین استفاده میکنیم، تمام قابل ادیت هستن و میتونیم با توجه به ویژگی های مساله در پیوست های 79 مبحث 19 اینها رو ادیت بکنیم. حالا ما انواع متریال ها رو به مدلمون اضافه کردیم. وقتش رسیده که بریم سراغ ساخت کانستراکشن و در واقع ترکیبی از متریال ها رو ایجاد بکنیم برای ساخت جدارها و پنجره ها. خب کانستراکشن هایی که ما داریم از این قرار هست که من دیوار دارم، سقف و کف که به این صورت که از اینجا که لایه بیرونی شروع میشه و به لایه داخلی میرسه. متریال ها رو قبلا من تعریف کردم و حالا نوبت این هستش که طبق این جدول بیام کانستراکشن ها رو تعریف بکنم. وارد تب کانستراکشن میشم. خب اینجا یک کانستراکشن جدید رو من اضافه میکنم با استفاده از این دکمه. جایگاهی که باید ما لایه های متریال ها رو وارد بکنیم تو این باکس هستش و این رو باید بدونیم که اولین لایه‌ای که وارد میکنیم از بالا به پایین، از خارج ساختمان شروع میشه و به داخل. پس بیرونی ترین لایه بالاترین متریال هستش. من از یک کانستراکشن ویندو شروع میکنم که یک ویندو در واقع دو جداره دارم. با استفاده از درگ و دراپ کردن میام متریال های مربوط به ویندو رو وارد میکنم.
و دوباره glass. همینطوری که دقیقا تو این جدول من دارم. این رو هم به یاد داریم که لایه های construction ما از لایه بیرونی در بالا سفارش داده میشن و همزمان که ما داریم لایه های دیگر رو وارد میکنیم به سمت فضای داخلی حرکت میکنیم. من یه construction دیگر رو هم ایجاد میکنم. کانستراکشن سقف رو میخوام ایجاد بکنم. توی متریال ها میرم و از لایه بیرونی شروع میکنم. بعد فایبرگلاس و بعد هم پلاستیک. به همین ترتیب من وال رو هم ایجاد میکنم. بود سلایدی فایبر گلاس و پلاستر بود و در آخر کانستراکشن فلو. به این صورت من تمام کانستراکشن هایی که توی مدلم دارم رو اینجا ایجاد کردم. به اینم توجه دارین که مثل متریال ها کانستراکشن ها رو هم میشه از لایبرری ها گرفت. و دقیقا به دو روشی که در مورد متریال ها بهشون اشاره کردیم در مورد ساختارها هم صدق میکنه. به عنوان مثال همین لایبرری که ما وارد کردیم رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. هر کدوم از این متریال ها رو که ما بخوایم میتونیم با درگ و دراپ کردن وارد این پنجره بکنیم و به کانستراکشن های موجود توی مدلمون اضافه بکنیم. که همونطوری گفتم از مزیت های این کار اینه که هم توی وقتمون صرفه جویی میشه و همین که حاشیه خطا رو به حداقل میرسونه. خب مرحله بعدی تو این روند ترکیب ساختارها توی مجموعه ساختمانی هستش که ممکنه برای کل ساختمان اعمال بشه. ما توی زیربرگه construction set میریم. اینجا با استفاده از همون دکمه مثبت یه مجموعه construction جدید ایجاد میکنیم. همطور که قبل هم اشاره کردیم این بخش بیشتر برای سرعت بخشیدن به کار هستش و جزء الزامات نیست و البته یکی از ابزارهایی هست که مختص اوپن استودیو هستش و ما این ویژگی رو توی انرژی پلاس نمیبینیم. به خاطر همین به طور کلی پیشنهاد میشه که متریال ها و کانستراکشن ها رو داخل اوپن استودیو مدل کنیم. میتونیم به موازاتشون کانستراکشن ست هم تعریف بکنیم، چون سرعت مدلمون رو همونطور که گفتیم مخصوصا توی مدل‌های خیلی بزرگ خیلی بیشتر میکنه. خب وقتی که ما یک کانستراکشن ست جدید ایجاد میکنیم اینجا یه سری دسته‌بندی‌هایی رو میبینیم. یه باکسی که سرفیس‌های خارجی قرار داره داخلش شامل دیوار، کف‌ها و بام‌ها میشن که در معرض عوامل خارجی قرار دارن. باکس بعدی تقسیم بندی سرفیس‌های داخلی رو میبینیم که شامل دیوار، کف و سقف هستش. جدارهایی رو هم داریم که در مجاورت زمین قرار دارن. شامل دیوارها، سقف‌ها و کف‌ها هستن. و بعد نوبت تقسیم بندی ساب سرفیس ها هست که وقتی که از نوع خارجی باشن شامل پنجره های ثابت و پنجره های بازشونده، شامل انواع درب و همچنین اسکایلایت ها و لوله‌های نوری هستن یا همون لایت تیوب ها. ساب سرفیس های داخلی هم شامل پنجره ها و درب ها میشن. در آخر هم کانستراکشنی که داخل هیچ کدوم از این بالایی ها قرار نداشت اینجا قرار میگیره، مثل انواع سایه انداز ها و پارتیشن ها. حالا ما باید از داخل کانستراکشن های مدل خودمون که در بخش راست قرار داره
اونهایی رو که به بخش های مناسب مربوط میشن توی هر کدوم از این قاب ها جا بدیم. دسته‌بندی که ما داخل مدلمون داریم شامل سطوح خارجی میشه که هم بام رو شامل میشه و هم جدارهای خارجی، در واقع دیوارهای خارجی. ما کف ساختمون رو هم داریم که مرتبط با زمین هستش و جاش اینجا قرار داره. و در آخر پنجره رو داریم که پنجره خارجی هستش و اینجا میگذاریمش. من همه کانستراکشن ها رو جای خودشون جا میدم. خب من الان کانستراکشن ستم رو ایجاد کردم. مرحله آخر تنظیم این کانستراکشن ست هستش، چون که پیش‌فرض کل ساختمان ما توی تب ساختمان قرار داره توی این بخش. مجموع کانستراکشن که ما ساختیم رو انتخاب می‌کنیم و داخل جایگاه مربوطش قرار می‌دیم. این رو هم بدونیم که مثل متریال ها و کانستراکشن ها ممکن هستش ما کل یک کانستراکشن ست رو از داخل تب لایبرری بکشیم یا اینکه از داخل لایبرری که قبلا راجع به صحبت کردیم دانلود بکنیم. همونطوری که گفتیم این امکان به ما این اجازه رو میده که با یک عمل درگ و دراپ کردن به سرعت ما ساختارها رو، دیوارها و کفها و سقف‌ها رو و تمام کانستراکشن های دیگر رو در سطح ساختمان ایجاد بکنیم و بهش اختصاص بدیم.